سخن ما در امروز راجع به یک بخشی از فرهنگ و جهانبینی ایرانی هست که ایمیل های زیادی دریافت شده بود که شما خواسته بودید که این رو بیشتر برای شما بشکافیم. این فرهنگ واقعی ایران هست و امروزه در جهان نیز همچنان این فرهنگ پابرجاست، هرچند که در کشور خودش، در زادگاه خودش، در ایران زمین دیگر از آن نامی و یادی باقی نمانده است. ما سخن ما راجع به فرهنگ و جهانبینی مهری و میترایی خواهد بود امروز و دین زربانی و جهانبینی زربانی یا زربانی که با اون به شدت آمیخته شده است. پیش از هر چیز باید یک سپاس ویژه‌ای داشته باشم نسبت به 3 تن از پژوهشگران ایرانی که در این زمینه کارهای بسیاری انجام دادند و من در واقع از کارهای اونها بسیار آموختم، از کارهای روانشاد زبیح بهروز، از کارهای آقای هاشم رضی و همچنین از کارهای آقای فریدون جنیدی که بسیار از در واقع تحقیقات اونها من سپاسگزارم. به ویژه در این باره آقای زبیح بهروز تمرکز ویژه‌ای روی این بخش از فرهنگ فراموش شده ما دارد. تاریخ ما، تاریخ ادبیات ما همواره جنگ است بین عشق و عقل. شما شاعرانی دارید که عقلگرا و خردگرایند چون فردوسی بزرگوار. ما در ادبیات فارسی شاعران خردگرای مانند فردوسی بزرگوار داریم. از سوی دیگر شاعران عشقگرا و دلگرایی داریم مانند حافظ و مولوی. بحث بین عشق و عقل همواره در روح و جان ایرانی و روح و جان هر انسانی در هر جای دنیا همواره موجود بوده و هست. همواره هر کدام از ما در یک روز از زندگیمون اگر نگاه بکنیم چندین بار سر دوراهی‌های عقلانی قرار خواهیم گرفت یا دوراهی‌هایی که بر پایه تمایلات ما و علایق ما هست که من اون رو بر پایه عشق می‌دانم و مجبوریم که بین این دو یکی رو انتخاب بکنیم. این نزاع دائمی در واقع همواره در تاریخ ایران و در تاریخ جهان بوده است. شما در تاریخ فلسفه آلمان رو هم اگر نگاه بکنیم ما شاعران در واقع و فیلسوفان در واقع رمانتیکی داریم مثل گوته که اینها طرفداران در واقع مکتب عشق بودند و همچنین در نقطه مقابل آن ما فیلسوفان عقلگرایی داریم که اونها به شدت طرفدار مکتب راسیونالیزم یا عقلگرایی یا خردگرایی بودند. آنچه که در ادبیات پارسی نیز ما میبینیم همواره این تقابل رو داریم. واقعیت این است که زندگی و هستی از هر دوی اینها نشأت گرفته، یعنی هم از این دیدگاه و هم از آن یکی، و نمیتوان چیزی را بر دیگری برتری داد و این دو هر دو بوده، هرچند مجادله بین این دو همواره در ادبیات بوده. برای نمونه مولوی از شاعران مکتب عشق در واقع خردگرایان رو مخاطب قرار میدهد و میگوید که پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود. یا از سوی دیگر خردگرایان نیز آنچرا که در جهان بینی میدانند و میبینند در واقع همه چی را بر پایه خرد میخواهند توضیح بدهند و از برخی از مسائل و از مکتب عشق بیخبرند. خرد که همون گونه که میدانیم کلمه است در واقع پهلوی، خرتوم، که در واقع ما کتابی هم داریم به زبان پهلوی به نام مینوویک خرد که باقی مانده است و مکتب خرد و خرد سالاری رو برای نخستین بار در جهان زرتشت بنیان گذاشت. یعنی نخستین کتابی که شما میبینید در آن یک سخن
در واقع عقلگرایی در آن مطرح می شود، سخنان خردمندانه در آن مطرح می شود. گاتها کتاب زرتشت است که در آن زرتشت بر پایه اصل دیالکتیک فلسفی تز و آنتی تز در واقع با اهورا مزدا یا خرد جا خداوند جان و خرد سخن میگوید و گفتگو میکند. یعنی در واقع خداوندی که در گاتا مطرح شده است چیزی جز خرد خود زرتشت نیست و این برای تمام کسانی که زبان اوستایی میدانند آشکار است، چه اینکه اهورا به مفهوم از ریشه اه اوستایی به مفهوم جان و هستی میآید و مزدا از دو بخش مه به اضافه دا یا دا و دانایی میآید و مس به مفهوم بزرگ و روی هم اینها رو فردوسی به خوبی ترجمه کرده از خداوند جان و خرد یا خداوند جان و خداوند خرد. طبیعی است که ما موقعی که از مکتب خردگرایی زرتشت صحبت میکنیم این تفاوت خواهد داشت با مکتب خردگرایی مدرن و کسانی که فلسفه می‌دانند این رو نباید با هم اشتباه بگیرند. اما نخستین کسی که این اندیشه رو به ذهنش راه داد و این اندیشه در ذهنش در واقع تبلور یافت بیشک زرتشت بوده است، چه اینکه خود یونانیان به این اقرار دارند و از اون یاد کردند. درباره عشق نیز باید بگویم که عشق کلمه معرب کلمه اشکا هست در اوستایی و اشک یعنی خواستن شدید چیزی. اشکا در زبان اوستایی همان است که در واقع ما امروزه در زبانهای اروپایی در زبان انگلیسی از آن ریشه اسک باقی مانده است، یعنی خواستن چیزی، و همچنین در زبان روسی در آن ایسک باقی مانده است که آن هم باز معنی خواستن چیزی است و همچنان در زبانهای دیگر اروپایی نیز ریشه دارد از شرقی ترین اونها تا غربی ترین اونها. معرب آن در واقع عشق شده است و به زبان عربی راه یافته است و از آن ریشه دوانده است و معشوق و عاشق ساخته شده و دیگر ریشه ها. اما اصلش در واقع آن چیزی است که در مکتب عشق و از اشکا می آید و سلسله ای در ایران باستان به اسم سلسله اشکانیان که مهردین بودند و میترائیست بودند در واقع آنها پیروان چنین مکتبی بودند. در همون گونه که پس از اسلام ما میان شاعران و اندیشمندانی مانند شاعران و اندیشمندان خردگرا و مهرگرا یا عشقگرا ما مجادله میبینیم، همین گونه مجادلات و اختلافات در پیش از اسلام نیز وجود داشته است. دو نمونه بارز آن اختلافاتی بوده است که سلسله اشکانیان و خاندانهای اشکانی به عنوان خاندانهای مهردین تابع مکتب عشق با خاندان ساسانی به عنوان خاندان زرتشتی تابع مکتب عقل و خردگرایی داشتند و این در واقع تضادها و این در واقع کنش هایی که بین این دو وجود داشته است در تاریخ ثبت شده، چه اینکه در تاریخ مسعودی ما میبینیم که یاد شده است که اردشیر بنیانگذار اردشیر بابکان پس از بنیانگذاری سلسله ساسانی دستور بر نابودی آثار اشکانی میدهد و برای همین هم است که تا به امروز آثار اشکانی کمتر یافت شدند و این تضادها و این در واقع اختلافات وجود داشته است. ما این رو در همچنین در کتابهایی که به متن پهلوی نیز باقی مانده است، برای نمونه در کتابی به متن پهلوی در به نام نامه تنصر ما اون رو میبینیم و در واقع متوجه میشیم که تعصبات دینی در واقع که مخصوصا کرتیر در زمان ساسانیان اون رو رهبری میکرده است متاسفانه باعث عدم تحمل برخی از عقاید میشده است. به هر روی این عدم تحمل البته به هیچ وجه نمیتوان آن رو مقایسه کرد با اون چیزی که پس از اسلام میبینیم، ولی به هر حال این کنکاش و این
جنجال و این در واقع تقابلات در دوران باستان نیز وجود داشته است. آنچه که ما می‌خواهیم سخن بگوییم امروز درباره مکتب عشق است، مکتب میترائیسم یا مهر است، مکتبی بسیار اسرارآمیز که از دوران باستان وجود داشته است و تا به امروز باقی مانده است. ما در میراث جاویدان ایران باستان دو فیلم درباره این ساخته ایم و سه فیلم دیگر در دست ساخت داریم، به خاطر اینکه مطالب درباره این دین و دین میترا بسیار بسیار زیاد است و برنامه‌های بسیار زیادی رو باید به اون اختصاص داد. نکات بسیار زیادی وجود دارد. من از دوستان میخواهم که حدود 5 دقیقه از فیلم آیین رازآمیز مهر یا میترائیسم رو قسمت اولش رو نشون بدن برای بینندگان عزیز، تا پس از این فیلم ما کمی راجع به این آیین بیشتر صحبت بکنیم، چون از نظر تاریخی این دین بسیار کهن‌تر از دین زرتشت هست و ما ابتدا درباره این سخن خواهیم گفت. اما در این میان یک پیرو و آیین مهر به راستی چه کسی بود؟ پیرو و آیین مهر در سازوکارهای وابسته به این آیین در آغاز میباید شایستگی و دلاوری خود را در روند آزمایش‌هایی سخت و جانکاه می‌آزمود. سختی و دشواری این آزمون‌ها چنان بوده که برخی از یافته‌ها نشانه‌هایی از خوابیدن نوآموز در گور، شناهای جانفرسا، نبرد با گاو، تاب آوردن گرسنگی‌های بسیار و یا ماندن در آب یخ‌زده را به همراه دارند. کسی که خواهان پیوستن به کیش مهر بود، میبایست آزمایش‌های گفته شده را که اندیشمندان و مغان مهری در 7 گام برنامه ریزی کرده بودند، از نخستین تا 7مین پله با پیروزی پشت سر می‌گذاشت. نام هر یک از پایه‌های یاد شده، یکی پس از دیگری چنین بودند. پایه نخست، کلاغ. دوم، پوشیده. سومین، سرباز. چهارمین، شیر. پنجم، پارسی. ششم، خورشید. و 7مین و آخرین آزمایش و پایه نیز پدر نام داشت. همچنان که از نام این کیش باستانی پیداست، پیروان این آیین میباید الگویی برجسته از مهربانی و مهرورزی و جوانمردی و راستی و رادی در هازمان یا جامعه خود می بودند. به همین انگیزه در نخستین گام که کلاغ نام داشت، پیرو نوپا و نورسیده ی آیین می باید گوشه ای از فروتنی و از خودگذشتگی را می آموخت که همان پیشکاری او در مهرکده یا مهرابه برای پذیرایی از دیگر یاران و همکیشان خود به شمار می رفت. در حقیقت کلاغ که پایین ترین جایگاه را در آیین مهر به دوش داشت، بر اساس آنچه که هنر مهری بازگو می کند، نقش پیک خورشید را نیز بازی می کرد که پیام ویژه ای را برای مهر بر روی زمین می آورد. و اما دومین پایه مهری، نامزد به چم برگزیده و یا پوشیده نام داشت که گویا نشان از یادگیری پرده پوشی در آموزه‌های مهری یا همان رازداری و رمزآمیزی انجمن‌های پنهان آن دارد و نو آموز مهری در آن رازداری و آشکار نکردن رمزهای این آیین را می‌آموخت که خود یک خیشکاری برجسته و یکی از بایستگی‌های آن و دیگر آیین‌های عرفانی و انجمن‌های سری پس از آن در جهان باستان به شمار می‌رود و یادآورنده سروده‌هایی از خواجه حافظ شیرازی است که می‌فرماید در خانقه نگنجد اسرار عشق بازی، جام می مغانه هم با مغان توان زد. یا به پیر میکده گفتم که چیست راه نجات، بخواست جام می و بگفت
راز پوشیدن. پویندگان این پایه همچنین به گونه این نمادین با پنهان کردن خود در پوششی از شناخت دیگران خود را برکنار می کردند. آنان برای برگزاری چنین رفتار آموزنده‌ای به برگزاری نمایش‌هایی همسو با این اندیشه می‌پرداختند. سومین پایه مهری سرباز نامیده می‌شد که نخستین نماد از جنگاوری و خشم مهر بود که گاه با پاجنام شکست ناپذیر نیز خوانده می‌شد و همواره برای پاسداری از پیمان میان پیروان و آسودگی مردمان با چشمانی هوشیار گیتی را می پاییده و مرزهای آیین مهر و به ویژه ایران زمین را از تک دروغان دور می ساخت. پس از آن چهارمین جایگاه که از گرامی ترین پایه های مهری به شمار می رفت، شیرمرد یا آتش نام داشت که ویژه دارندگان ورزیدگی های روانی، شایستگی‌های اخلاقی و هوشمندی‌های بایسته مهرآیینی بود. اما یکی از خیشکاری‌های برجسته آنان در واپسین روز فرجام گیتی روی می‌داد. این روز در جهانبینی‌های ایرانی فرش کرد نام دارد و در آن نیکان و بدان گیتی در رویاروی هم تیغ می‌کشند و لشکرکشی می کنند تا سرنوشت فرجامین جهان را آشکار سازند. شیر در هنر مهری به همراه دو جانور سگ و مار از همراهان همواره و پیوسته میترا است و تاریخ و عرفان ایرانی شیر مردان فراوانی را با این پاجنام به یاد دارد. واژه پارسی نام پنجمین گذری بود که پیرو آیین مهر با گذر از آن به رشد و بالندگی دوچندانی از دریافت و درک این آیین نمادین دست می‌یافت. مهریانی که در این جایگاه پای می‌گذاشتند در آیینی کنایه‌ای و نمادین دستان خود را با عسل می‌آمیختند و گونه‌ای از کلاه سرشکسته را که بومی سرزمین‌های آریایی است و پیشکشی نمادین از سوی مهر به آنان بود و سر می‌گذاشتند که سپستر کلاه فریگی نام گرفت. رنگین کلاه در نگاره‌های مهری بیشتر سرخ رنگ است که خود نشان از آیین مهر داشت، چرا که سرخی رنگ برگزیده مهریان بود و پیشوایان کاتولیک نیز در پی همین روند هنگام آیین‌های دینی خود پوشش سرخ به تن می‌کنند و کاردینال‌ها کلاهی بر سر می‌گذارند که میترا نام دارد. گویا بزرگترین دلبستگی مهریان به رنگ سرخ برای یادآوری سرخی آسمان بامدادی پیش از برآمدن آفتاب بود که آن هنگام را جلوگاه ایزدی مهر می دانستند و نیز پیش از برآمدن خورشید به سوی خرایان یا شرق می ایستادند و مهر را نیایش می کردند. خب دوستان گرامی، امیدوارم که این فیلم رو بخشی از اون رو دیده باشید. این فیلم ها البته بسیار زیادن، ما دو بخش از این رو ساختیم و باز هم ادامه دارد. اما من به طور خلاصه بخشی راجع به کلن میترائیسم توضیح بدهم و امیدوارم که این توضیحات رو در برنامه آینده نیز ادامه بدهم. تمدن آریایی و تمدن جهانی و تمدن هند اروپایی با جهانبینی های گوناگونی آغاز می شود، ولی اوج این تمدن در واقع با دین مهر است. دین مهر ریشه بسیار عمیقی در فرهنگ و جهانبینی نه تنها ایرانی که همه اقوام هند و اروپایی در واقع دارد. دین مهر در اسطوره های ایرانی و در دوران کهن
در دورانهایی که حتی در اسطوره هست و هنوز به تاریخ نپیوسته است از اون یاد می شود. چه اینکه ما یاد دین مهر رو در شاهنامه و همچنین در کتابهای پهلوی باقی مانده از دوران باستان در زمان فریدون می بینیم. چه اینکه فردوسی بزرگوار درباره فریدون می گوید که پرستیدن مهرگان دین اوست. بنابراین پرستیدن مهرگان یا مهر از زمان در دوران اساطیری از زمان فریدون یا تر اتونا آنچه که در زبان اوستایی آمده است، یعنی سه همچنین یا سه همزاد که اشاره است به سه فرزندش که ایرج و تورج و سلم هستند، از آن دوران که تقریبا چیزی شاید در دورانی باید حدود 7000 سال پیش باشد، از آن موقع در واقع شروع شده است. حفاری ها و کاوش های باستانشناسی که دکتر سریانی در مجموعه باستانشناسی ایران وش یا سرزمین نخستین آریایی ها در تپه گنور در صحرای کاراکوم انجام دادند و آزمایش های کربن 14 که انجام شده نشان می‌دهد که چیزی حدود بین 5 تا 7000 سال پیش اقوام هندواروپایی می‌زیستند و آنها باورهای مشابه با باورهای میترایی داشتند. اما خود مهر یا میترا چیست؟ مهر یا میترا در کتاب‌های کهن آریایی مخصوصا در واقع در وداها در هندوستان از میترا و وارونا نام برده شده است که این دو در واقع با همدیگر آمده اند. در کتاب اوستا نام مهر یا میترا میترا هست که بعدها به میترا تبدیل پیدا می شود و در زبان پهلوی به میتر میهر و سپس به مهر تغییر می یابد. مهر یک فرشته یا خدایگونه آریایی بوده است که فرستاده خداوند زمان بوده برای داوری میان دو نیروی نیک و بد که در تار و پود این جهان در حال جنگ با همدیگر هستند. من از دوستان خواهش میکنم که دقت بکنن اینها در واقع همه باورهای تمثیلی هست و در پس اینها مفهوم‌های نهفته است، یعنی در پس مفهوم‌های اسطوره‌ای مفاهیم فلسفی قرار دارد که این نکته بسیار مهم است. در جهانبینی زروانی کهن که در ایران ویش یا سرزمین نخستین آریایان در واقع وجود داشته است، خدایی وجود داشته به نام خداوند زمان. اینها در واقع برداشت های تمثیلی هست. خداوند زمان زروان هکرنه در زبان اوستایی نامیده می شده است یا زمان بیکرانه، که این زروان هکرنه که آن را زروان نیز گاهی نامیدند به زمانهای کرانمند تقسیم می شده است. این خداوند زمان دو نیرو را پدید می آورد، نیروهای اهورایی و اهریمنی که این دو در جنگ جاودان از آغاز هستی تا پایان با همدیگه هستند و میان این دو میترا یا مهر داوری می کند. این کل آن جهانبینی است که اتفاقا این جهانبینی رو من به عنوان بخشی از مکتب ایران زمین که مانیفست اون رو به زودی انتشار میدیم و فکر کنم تا موقعی که شما این فیلم رو ببینید اون انتشار پیدا کرده است، در واقع در اون مانیفست مکتب ایران زمین که یک مکتب فلسفی هست و در واقع ناسیونالیسم مدرن ایرانی بر با دیدگاه تمدنی هست، من درباره این توضیح دادم و اینکه چرا این دیدگاه زرمانی بیشترین تطبیق رو با فیزیک مدرن، انفجار بزرگ بیگ بنگ و بعد دوبن جهان هستی ماده و ضد ماده داره، که من از و ورود به جزئیات اون فعلا خودداری میکنم. اما اساس این جهانبینی است که ما اون رو در واقع میبینیم. درباره میترا همون گونه که گفتم، میترا
که گاهی در برخی میان برخی از اقوام زن و برخی میان دیگر مرد پنداشته شده است، فرشته‌ای بوده است که نه خود خورشید ولی فرشته دوستدار خورشید بوده که همواره میان نیروهای بد و نیک در واقع در حال نبرد بوده، برخی از در حال داوری بوده. برخی از تاریخدانان ایرانی مانند ذبیح بهروز اعتقاد دارند که در دوران اشکانیان گونه ای از دین مهر یا میترا به وجود می آید که میترا رو در واقع خداوندی می داند بزرگ و این میترا قابلیت این رو داشته است که در واقع بدن آدمی حلول بکند و ظاهر بشود و از این رو در واقع پیامبری رو در با جستجو در متون تاریخی پیدا کردند به نام پیامبر مهر و اعتقاد دارند که مسیح یا پیامبر مسیح شباهت های بسیاری پیامبر مهری که در واقع در دوران اشکانی بوده است داشته است و این اعتقاد به حلول خدا در کالبد انسان حتی پس از اسلام شاخه‌ای رو ایرانیان مهدین مسلمان شده به وجود میارن که به اون شاخه علی اللهی ها میگویند و اعتقاد بر این بوده است که خدا در بدن علی ظهور یافته است. چون این اعتقادهای بسیار کهنی بوده است. میترا بیشک الهه بوده اما اعتقاد بر این بوده است که گهگاه در بدن انسانها میتواند حلول و ظهور بکند. میترا خداوند مهر بوده است، خداوند پیمان بوده است و همچنین خداوند جنگ و پیروزی بوده است. ما نمونه های کهن اون رو در اساطیر ایران از دوران فریدون که گفتم من داریم تا در کاوش‌های باستانشناسی که در مجموعه BMAC انجام شده نمونه‌هایی از میترا و جنگ دوبون رو در بین فرهنگ آریایی پیدا شده است، جنگ نیروهای اهورایی و اهریمنی، همچنین در دیگر بخش‌های فرهنگ هندواروپایی مانند تمدن‌هایی که در آسیای صغیر پیدا شده است و در واقع می‌شود گفت که تمدن هیتی‌های باستان بوده که اقوام ایرانی بودند و اورارتوها در واقع از میترا و وارونا یاد شده و میترا رو به صورت قرص خورشید بالدار تجسم می‌کردند که بعدها این سمبل دین زرتشتی شد، در صورتی که این ارتباطی با دین زرتشتی نداشته است و سمبل زرتشتی همان گونه که از پشت سکه های ساسانیان برمی آید تنها مجمر آتش بوده است. سمبل میترا نبرد با نیروهای بد به نمایندگی از خورشید بوده است. ما در اوستا بخشی داریم به نام مهریشت اوستا که در واقع مهریشت اوستا در آن خیشگاری های میترا ذکر شده است و در مهریشت اوستا آمده است که میترا هزاران چشم و گوش دارد، بر همه چیز آگاه است و تیغه دولب دارد که با نیروهای پلید می جنگد. این رو بعدها دوستان ایرانی در واقع پیروان آغازین ایرانی که به اسلام گرویده بودند بعدها این رو به علی نسبت دادند، از جمله از طریق صحابه‌ای که ایرانی الاصل بودند مانند سلمان فارسی این اطلاعات منتقل شده بود و برای علی پسر ابو طالب در واقع پسر ابی طالب در واقع شمشیر دو سر یا ذوالفقاری که بعدها درست کردن این نمونه ای از شمشیر دو تیغه میترا بود که در اوستا به صراحت از آن یاد شده است. همچنین در واقع از مشخصات میترا که آن بوده است که صفت شیر رو داشته است و در واقع شیر مردان رو پیروان مهر می دانستند که باز این صفت ها بعدها تحت عنوان اسدالله برای امام اول شیعیان و خلیفه چهارم در واقع ترجمه شد. آیین میترایی دارای 7 مرحله بوده است، از جمله این که 7 مرحله آن مرحله نخست مرحله کلاغ بوده است. مرحله کلاغ مرحله بوده است که در آن نوآموزان دینی سر تا پای خود را می پوشاندند و در واقع که شناخته نشوند و از افراد کهن‌تر و با سابقه تر در معبدهای میترایی که محرابه نامیده می شده است و محراب مساجد معرب این هست در واقع پذیرایی می کردند. این رسم هنوز نیز تحت عنوان بالماسکه یا آداب خاصی که در بعضی از لوژهای فریماسونری هست باقی
مانده است. مقام دوم نامزد یا پوشیده بوده است که در اینجا در واقع میترایان یا پیروان میترا نامزد میترا می شدند و به تاج میترا را به صورت سمبولیک که در واقع تاج نورانی بوده است بر سر می گذاشتند. مقام سوم مقام جنگی یا سرباز بوده است که در این مقام میترایان داغ میترا را بر پیشانی خودشان نقش می بستند، آن چیزی که امروزه برخی مسلمانان به ویژه شیعیان که در واقع مهدینان قدیمند هنوز این سنت هایی رو که به هیچ وجه اسلامی نیست ولی سنت هایی است میترایی رو دارند و جای مهر وسط پیشانیشان می گذاشتند. بنابراین سرباز یا جنگی در مرحله سوم مهر مهر رو که حافظم به اون اشاره کرده بر پیشانی خود میگذاشته است. مرحله چهارم رو قبلا اشاره کردیم، شیر یا شیرمرد بوده است که در اون در واقع یک میترایی به مرحله بسیار بالایی می رسیده است و یاور نیروهای نیک در نبرد با نیروهای پلیدی می شده است. مرحله پنجم مرحله پارسی یا پارسایی بوده است که در آن در واقع تقوا پیشه کردن رو می آموختند و مرحله ششم مهرپویا یا خورشید بوده است که در واقع پیک خورشید نیز نامیده می شده است و این مرحله جزء مرحله بسیار بالای میترایی بوده و آخرین مرحله آن مرحله پیر یا پدر بوده است که این مرحله بالاترین مرحله‌ای بوده است که در دین میترا وجود داشته است، پس از اسلام در عرفان ایرانی باقی مانده است و در واقع لقب پیر و پدر رو به عارفان ایرانی می‌دادند و اینک در کلیسای کاتولیک بالاترین مقام کلیسای کاتولیک پاپ است که تاکنون این باقی مانده است. ما عرضم به حضور شما که از دوستان میخوام که برای نشون دادن در واقع مراحل مختلف دین مهری عکس های 66 تا 73 رو نشون بدن. بله، اینجا ما داخل درون یک مهرابه رو میبینیم. مهرابه ها در غارها و در زیر زمین ساخته میشدن و در بالای اونها تنها یک سوراخ کوچکی روی گنبدهایی داشتن که اونهایی که به صورت در غار نبودن گنبدهایی داشتن. گنبد نشان دهنده در واقع گنبد آسمان و گنبد زمان بوده است در دین مهر و میترایی و نوع اون با گنبدهای زرتشتی که سمبولی از شعله آتش بودن تفاوت داشته است و از اون سوراخ کوچک نور می آمده و بر مجسمه مهر یا میترا که در حال قربانی کردن گاو بوده است می افتاده که سمبولی از پیروزی نیروهای خیر بر بد است. این یک نمونه از مهرابه هایی است که در ایتالیا به دست آمده. عکس بعدی لطفا. این یکی از مراحل در واقع میترایی هست که ما نمادهای اون در کف در واقع در کف مهرابه ها با موزاییک در ایتالیا در واقع کشیده می شده است. عکس بعدی، اینم باز یک مرحله دیگه، مرحله خورشید هست که در اونجا شما میبینید که طرف به پیک خورشید نائل شده بوده، مرحله خورشید بودن. در عکس بعدی لطفا، در اینجا هم باز یک مرحله دیگر شیرمردی هست. عکس بعدی، اینجا در مرحله بالاترین مرحله یا پیری و پدری هست و اون کلاهی که میبینید کلاهی است که میترا همیشه به سر داشته است و اون کلاه کجی است که حتی پس از اسلام حافظ میگوید که یاد باد آن که نگارم چه کلاه بشکستی در رکابش مه نو پیک جهان پیما بود. آن یاری که در واقع حافظ از اون یاد میکند، آن نگاری که چه کلاه بشکستی، این کلاه شکسته مفهوم کلاه میترا بوده است. لطفاً بعدی، اینجا هر هفت مرحله که نمادهای مختلفی داشته است نشان داده شده است. عکس بعدی، این باز یک مهرابه که در ایتالیا به دست آمده است و در واقع این باز هم موزاییک نشون داده شده است. عکس بعدی اگر هست، باز یک مهرابه. بله، تموم شد عکس ها. این عکس ها رو با هم دیدیم. این مراحل دین در واقع مهر بود. دین مهر هرچند که پس از دوران اشکانی عملا از در واقع
از بین رفت، اما در قالب‌های نوینی در زمان ساسانیان هم وجود داشته است، پس از اسلام در قالب عرفان ایرانی وجود داشته. شاعران بسیاری از ایرانیان به اون اشاره کردن، از جمله کارهای حافظ و مولوی و مکتب عشق اونها به خوبی نمایان است و هفت وادی عطار و هفت مقام سیر و سلوک در عرفان در واقع چیزی جز این هفت مقام نیست که ما اونها رو میبینیم. مدین مهر بعدها در البته خیلی قبلتر از اون از زمان هیتی ها به مصر انتقال پیدا کرد و بعد از طریق مصر به در واقع به اروپا رفت، با به یونان و روم هم رفت و پس از اون شوالیه های معبد در اروپا اون رو تا به امروز حفظ کردن و تحت عنوان فری میسنری یا فری میسنری تا به امروز وجود دارد. فری میسن های مقام های بالا از 30 به بالا، مقام های 30, 31, 32 و 33 رسمن با میترا آشنا هستند و در مقام 32 که بالاترین مقام اکتسابی فری میسنری هست به میترا سوگند میخورند و مقام 33 که مقام تشریفاتی است و در اونجا هست که با این مکتب در واقع آشکار میشود. این بسیار جالب است که بسیاری از ایران ستیزان که در واقع و دشمنان ایران که در واقع گمان میکنند فری میسنری یک مکتبی هست خلاف منافع ایران، این چنین نیست و در واقع در موقعی این رو متوجه میشوند که مقام های بالا برسند، از جمله اینکه بسیاری از روحانیون ایرانی به این مکتب پیوستند به زعم اینکه این یک مکتبی است که در آن از ایران نامونشانی نیست، ولی فرهنگ ایران و گستره اون آنچنان بزرگ است که تا به امروز در بزرگترین و در واقع معتبرترین سازمان‌های جهانی این فرهنگ جاودان است و وجود دارد. از این روست که ما این برنامه درباره مهر و میترائیسم رو بسیار طولانی هست، ما در برنامه بعدی این رو ادامه خواهیم داد با عکس‌های بیشتر و با نمادهای بیشتری از این که در برنامه بعدی نشان خواهیم داد. اما در پایان برنامه مانند همیشه با شعری از فردوسی که کمی هم خودمون رو تغییر دادم در واقع برنامه رو پایان میبریم که چو ایران نباشد تن من مباد، بدین بوم و بر زنده یک تن مباد، بیا تا همه تن به کشتن دهیم، مبادا که کشور به دشمن دهیم، بیا تا همه به دشمن شیمن در کمین، به راه پیشمرگان ایران زمین بدرود.